مهدی قائدی هفته گذشته بعد از به ثمر رسیدن گل برای تیمش شادی عجیب و غریبی از خودش به نمایش گذاشت. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. برخی از رسانه‌ها گزارش دادن که مهدی قائدی از ستاره معصومی همسر خود در حال جدایی است. برخی از کاربران فضای مجازی علت جدایی قائدی را از همسرش بروز مشکلات در زندگی شخصیش در جریان بازی‌های جام ملت‌های آسیا عنوان کردن. از همین رو به نظر می‌رسد امیر قلعه‌نویی به همین دلیل از مهدی قائدی در ترکیب تیمش برابر رقبا در مرحله حذفی استفاده نکرده، چون مهدی قائدی پس از اینکه از این اتفاق باخبر شده در شرایط روحی و روانی خوبی به سر نمی برد. از شادی گل عجیب و غریب قائدی نیز این گونه برداشت میشه که اسلحه در زیر فک خود قرار داده و در افسردگی به سر میبرد. همچنین قائدی تمام عکساشو با همسرش از صفحه اینستاگرام پاک کرده. این نیز هم میتواند گواهی بر این اتفاق باشد. قائدی همچنین روز گذشته با انتشار پستی در اینستاگرام خود از آغاز یک زندگی جدید خبر داده است. پس از این اقدام خبر جدایی و خیانت همسر ستاره تیم ملی به گوش رسید. حال مهدی قائدی در اولین واکنش به جداییش استوری در صفحه شخصی خود منتشر کرد و پس از لحظاتی این استوری رو پاک کرد. در حال حاضر همسر سابق این بازیکن ستاره معصومی هیچ واکنشی نشان نداده است. گفته می شود مهدی قائدی پس از جدایی از همسرش قصد دارد با قراردادی بلند مدت به باشگاه استقلال برگردد. در حال حاضر نزدیکان این بازیکن تایید نکردند که یا جدایی او از همسرش به علت رد پای یک مرد غریبه بوده یا خیر. مهدی قائدی بازیکنی که با جسه ریز و نحیف خود اما با تکنیک ناب با سنی کم در ترکیب ایران جوان سال 87 در لیگ دست اول همه نگاه‌ها را به خود معطوف کرد و لقب باشه کوچک را به خود اختصاص داد. چهره جذاب این بازیکن یادآور شخصیت باشو در فیلم باشو غریبه کوچک اثر بهرام بیضایی است که در سال 64 به روی پرده سینماها رفت و قصه پسرکی را بازگو می‌کرد که از جنوب کشور به شمال مهاجرت می‌کند و زندگی جدیدی را پیش روی خود می‌بیند. قائدی فوتبال خود را از تیم‌های پایه باشگاه ایران جوان بوشهر از 10 سالگی آغاز کرد و توانست در فصل 95-96 به تیم اصلی این باشگاه راه پیدا کند. مهدی در نخستین فصل بازی خود توانست 10 گل برای تیمش بزند و عنوان پدیده لیگ یک را نیز در آن سال کسب کرد. پس از درخشش مهدی در لیگ یک استقلال و پرسپولیس برای جذب وی دست به کار شدند و او در نهایت با قراردادی 5 ساله در 17 تیر 96 به استقلال پیوست. مهدی گفته از کودکی استقلالی بودم و دوست داشتم در این تیم بازی کنم. خدا رو شکر شرایط پیش آمد که با حضور یکی از مدیران باشگاه استقلال و صحبت‌های علیرضا منصوریان به این تیم ملحق شدم. قائدی نخستین بازی رسمی خود برای تیم استقلال در 13 مرداد 96 در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران مقابل استقلال خوزستان انجام داد. مهدی در این بازی در دقیقه 64 به جای امید نورافکن وارد زمین شد و با حرکات تکنیکی خود نمایش درخشانی از خود نشان داد. مهدی حواشی زیادی برای تیم استقلال به وجود آورد که از جمله یک بار اخراج در مهر ماه 96 به دلیل آنچه که بی احترامی به پیراهن تیم و دست ندادن با شفر مربی تیم استقلال بوده و بار دیگر به علت حضور نداشتن در تمرینات تیم در فروردین ماه 98 از این تیم اخراج شد. او انگامی که با دمپایی در تمرین استقلال حاضر شده بود از تمرین منع شد و بعد از تبعید به تیم امید پس از چند هفته دوباره به تیم بزرگسالان پیوست. در تیر ماه سال 98 عکسی با حلقه دست چپ او منتشر شد که نشان از ازدواج داشت. مهدی قائدی 9 دی 98 در 21 سالگی با انتشار عکس‌های عروسیش رسما ازدواج خود را رسانه‌ای کرد. ستاره معصومی همسر مهدی قائدی متولد 10 بهمن است. گفته می شود همسر مهدی قائدی 7 سال از او بزرگتر و متولد 70 است. مهدی قائدی گفته الگوی فوتبالی من نیمار برزیلی است، بازیکنی که همیشه از شیوه فوتبالی او الهام گرفتم و تمام تلاشم را انجام دادم تا شکل و شمایل فوتبالی هم شبیه به او باشد.
هک این استوری مهدی آقایی با انتشار عکس و چت‌های خصوصیش او را مدتی وارد حاشیه کرد. انتشار روابط غیر عرف و چت‌هایی که کرده بود تا جایی پیش رفت که پیش‌بینی می‌شد از استقلال اخراج شود. مهدی قائدی در سال 96 یه تصادف خیلی بد هم داشت. او در حالی که برای کارهای مربوط به دانشگاهش به بوشهر رفته بود در حادثه رانندگی مصدوم و روانه بیمارستان شد. همراه برخی دوستانش سوار بر ماشین در حال برگشت از تماشای مسابقات فوتبال ساحلی بودند که خودروی آنها در اتوبان امام علی بوشهر واژگون میشه و منجر به جراحت شدید سرنشینان شامل 3 پسر و 1 دختر شد که در نهایت یک فوتبالیست نیز در این سانحه کشته شد. فوت احمد شاکری حواشی زیادی برای مهدی به وجود آورد و خانواده فوتبالیست فوت شده از قائدی شکایت میکنند. مطابق گزارش ها قائدی که فاقد گواهینامه رانندگی بوده پشت فرمون یک دستگاه پرادو بوده و علت سانحه نیز کورس گذاشتن با خودروی دیگر اعلام شد. در نهایت مهدی قائدی در دادگاه عدلی مقصر شناخته شد و 1 سال حبس تعزیری و پرداخت 360 میلیون تومان دیه محکوم شد. دوستان عزیز، نظر شما درباره حواشی جدید مهدی قائدی چیه؟ به نظرتون داستان جداییشون چی میتونه باشه؟ لطفاً نظرات خودتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. لایک هم فراموش نکنید. ممنونم از نگاهتون.